ادامه بخش چهره‌های ماندگار. اسماعیل سامانی. اسماعیل سامانی ابرمرد خرد و سیاست. با تشبث حکومت صلح سراسری در مملکت فراهم آورده شد. تأسیس و تشکل دولت پاینده ملی در تاجیکستان امر واقعی است. تطبیق این رسالت تاریخی برای ما هم آسان است و هم مشکل، زیرا ما تاجیکان از قدیم الایام در قلب آسیا و چهارراهه فرهنگ ها و تمدن ها ارزی هستی نموده، دارای تجربه قدیمترین فرهنگ دولتداری می باشیم. بارها هنگامی سخنرانی در ملاقات و جلسه ها تأکید کردم که دولت سامانیان را در هیچ صورت آغاز دولت و دولتداری تاجیکان شمردن روان است، چون که خلق تاجیک تا دوره سامانیان سلسله دولت و دولتداری ها را بنیاد گذاشته، در آسیای میانه چون قدیمترین ملت شناخته شده است و صحیفه های نخستین فرهنگ و تمدن عهد قدیم را در این سرزمین پایه‌گذاری کرده است. واقعاً تاریخ دولت و دولتداری تاجیکان به هزار ساله های بسا دور رفته می رسد که از سرچشمه های اساطیری و روایتی آغاز می گیرد. دوره پادشاهی سلاله پیشدادیان و کیانیان را از جمله دوره اساطیری و نیم اساطیری قلمداد کردند که غالباً منظره آغاز تمدن نیاگان ما را فرا می گیرد. مادامی که اساطیر یونان زمین، بنی اسرائیل، مصر قدیم و بابل چون یک رکن تاریخ این کشورهای قدیم اعتراف شده باشد، پس سلاله پیشدادیان را چون آغاز تاریخ دولت و دولتداری نیاگان تاجیکان و دیگر مردم آریای نژاد حسابیدن رواست. دولت و دولتداری سلاله کیانیان زینه از اساطیر به واقعیت تاریخی گذشتن بوده، به عهد پادشاهی گشتاسپ و ظهور زردوشت راست می آید. تعلیمات زردوش و کتاب مقدس اوستا را کل علمای جهان و تاریخ شناسان شرق و غرب اعتراف کردند. اینچنین شکوه و شهامت دولت کیانیان و بلخ و باختر باستانی را ستایش نمودند و ما وارثان واقعی سلاله کیانیان حقوق معنوی نداریم که اصالت کوهن بنیاد نیاگان خود را نادیده گیریم. دستاوردهای نوین علمی عالمان را به خلاصه آورده است که در مرز و بوم آریانای تاریخی در هزار ساله دوم تا میلاد، تخمیناً بین سالهای 1500-1200 تا میلاد، ساختار دولتی و سنت استوار دولتداری پدید آمده بود. این سنت که آن را میتوان سنت کیانی نامید، دارای نظام و دیرینه دولتداری بوده است. بعضی عنصرهای این سنت بعداً به قلمرو پارس و ماد پهن شده، در تشکل واحدهای نخستین سیاسی و اداری این سرزمین پهناور نقش مهم گذاشتند. این سنت دولتداری در زمان تأسیس و تشکل هخامنشیان در سطح یک دولت ابرقدرت جهانی تکامل همجانبه یافت. شاهان بزرگ آن، کوروش کبیر و دارا، نظام پیشرفته سیاسی و اداری را بنیادگذاری نمودند. در زمان هخامنشیان اولین بار در تاریخ شکل عاقلانه و بشردوستانه مناسبت خلقها، گروه های اتنیکی، پیروان آیین و مذهبای مختلف دینی و مکتب های گوناگون علمی و فلسفی طرح‌ریزی و کاربست کردید که حتی امروز نیز عبرت آموز می باشد. وقتی کوروش کبیر سال 539 تا میلاد پایتخت دولت مقتدر بابلستان را فتح کرد، برخلاف شاهان عهد باستان اعلامیه انتشار نمود که در آن حفظ جان و مال و آزادی اعتقاد دینی شهروندان کفالت داده می شد. این اعلامیه که با نام استوانه کروش مشهور است، شاید نخستین نمونه اعلامیه حقوق بشر در تاریخ انسانیت باشد. باید تأکید کرد که این سنت دولتداری نیاگان ما در دولتهای بعدینه آریایی، دولت اشکانیان، پارت، کوشانیان، هیتالیان و بخصوص ساسانیان ادامه و تکامل یافت و تا اصطلاح عرب پابرجا ماند. ضمناً باید افزود که در روند تشکل و تحول این دولتداری ها ما یک خصوصیت استوار فرهنگ و تمدن آریایی وارثیت را واضح می‌بینیم. یعنی آریاییان تا اصطلاح عرب به ارزش‌های دیرینه تمدن و دولتداری خود صادق بودند
این سندهای دولتداری هنوز در عهد قدیم از جانب دولتها و کشورهای دیگر از جمله دولتهای یونان و ریم قدیم، هند و قفقاس و غیره مورد استفاده قرار گرفته، جزء ترکیبی گنجینه دولتداری بشری گردیدند.